قصه های شاه پریون، کاری از پردیس برای کودکان، بازنویسی و اجرا یکتا خاقانی، موسیقی هانی نیرو. اتل متل ستاره قصه داریم دوباره، از زمین و آسمون قصه شاه پریون. از توتی سخنگو، ماهی پولک و دور، عشقای جاودانه پر از خیال پر از شور. جیلو تر عجیب پردی به زمستون، به پار ابر بهارون. عجیب جیلو تر عجیه یاسمون آبون، بیار خبر ز افسون. بیا بشین رو زانو، بریم به شهر جادو، از این دشت و از این کو به جنگل هزار تو. تل متل ستاره قصه داریم دوباره، از زمین و آسمون قصه شاه پریون، قصه شاه پریون. قصه بلندترین شب، برگرفته از روایت ناهید شرف‌الدین، قصه گوی ایرانی. قصه دارم، به گوش جان بشنو، راز قصه تو از زبان بشنو. اندر این حکایت که میگویم، جان جان تو پندی نهان بشنو. یکی نبود، کسی نبود، دنیایی نبود. دنیا مثل یه خواب، یه خواب بی نور بود. نه ماه و ستاره، نه خورشید، نه آسمون و زمین، نه جنگل و کوه و دریا، نه درخت و پرنده‌ای، هیچی نبود. چشم که از خواب باز شد، اولش زمین و آسمون رو دید. مکسی که کرد، خورشید و ماه و ستاره ظاهر شدن. و باز کمی که مکس کرد، جنگل و کوه و دریا، درخت و پرنده رو دید. چشم که بر هم زد و باز و بسته شد، خورشید درخشید، زمین جنبید، ماه در اومد و دریا خروشید. نوبت به روشنایی و تاریکی، شب و روز رسید. اینطوری شد که چهار فصل سال رو دید. بهار رو با شکوفایی درخت ها، نغمه پرنده ها فهمید. میوه های رنگارنگ، توت و آلبالو و گیلاس و روزای روشن و بلند و توی تابستون دید. پاییز رو با صدای بارون، روزای کوتاه و شبای دراز شناخت. اما اولین برف رو که دید، فهمید زمستون اومده. فصل سرد انتظار، برای رسیدن بهار اومده. قصه ما، قصه شیرین و ترش ما، مال سرزمینیه که مردمونش توی هر فصلی یه کاری میکردن. بهار که میشد و یخوی رودخونه ها آب میشد، زندگی دوباره از سر گرفته میشد. تابستون فصل کار و برداشت میوه و دونه بود. توی پاییز مردم هر چی تو تابستون برداشت کرده بودن و انبار میکردن. اما راستش آخرای پاییز که می رسید، دیگه کسی رمقی واسه کار نداشت. آخر شبا اونقدر بلند می شدن که دیگه جایی برای روز نمی موند. تاریکی تا جایی همه جا رو می گرفت که دیگه مردم همو نمی دیدن. واسه همین هنوز صبح نشده، شب می رسید و تاریکی. اون وقت همه آدما بدون اینکه کاری به هم داشته باشن، فوری خودشونو می رسوندن به خونه هاشون و شومی می خوردن و فتیله چراغا رو پایین می کشیدن
تا که به خواب برن. اما همشون هر شب یه خواب می دیدن. خواب تموم شدن سرما و این تاریکی رو می دیدن. توی این سرزمین یه پادشاهی زندگی می کرد، بد خلق و نامهربون. به تلخی زهر، بیزار از نور و دوست تاریکی و قهر. هرچی قصر و طلا و جواهرای نایاب به وفور داشت، اما از مهر و دوستی برای دیگرون هیچی نداشت. واسه همین در قصرش رو رو همه آدم ها بسته بود و هیچ کسی رو جز خادم و کنیز به قصرش را نمی داد. مردم این سرزمینم از پادشاهی که تا حالا ندیده بودنش هیچ دل خوشی نداشتن. این پادشاه یه دختر کوچولویی داشت به اسم یلدا. یلدای تنها از اینکه هیچ دوستی نداشت خیلی غصه دار بود. دخترک تنها تو اون قصر درندشت حسرت زندگی مردم بیرون قصر رو میخورد. با خودش میگفت خوش به حال این مردم. دست کم بهار برایشان معنایی دارد. زمستان هم. اما اینجا در این قصر تاریک همه فصل ها زمستان است برای من. یک سال وقتی داشت پاییز تموم می شد و کم کم زمستون می رسید، سال سختی بود. درخت ها رو سرما زده بود و کمرشون رو شکسته بود. از شب و تاریکی، سرما و گرسنگی، مردم و همه پرنده ها و حیوان ها خسته شده بودن از زندگی. دیگه نه خوابی می دیدن، نه رویای بهاری. یه روز از روزای آخر پاییز، یلدا که کنار پنجره اتاقش نشسته بود و بیرون رو نگاه می کرد، کبوتری پر زد و رفت کنار دست یلدا نشست. یلدای مهربون کبوتر سرمازده و گرسنه رو که دید، رفت براش دونه و آب ریخت. کبوترم شروع کرد به خوردن دونه آب. یلدا که بالاخره کسی رو غیر خودش توی اون قصر دیده بود، شاد و شنگول شده بود و شروع کرد با کبوتر به حرف زدن و درد و دل کردن. هر چی حرف که تو تموم این سالا تو دلش جمع شده بود و برای کبوتر گفت و گفت. حرفاش که به آخر رسید، رو به کبوتر کرد و گفت آخر چه فایده؟ من این همه برای تو گفتم. تو یه کبوتر که حرفهای من را نمی فهمی. کبوتر خیره به چشمای یلدا نشسته بود و نگاهش می کرد. دختر خبر نداشت که اون کبوتر خیلی خوب حرفاشو می شنید و غم تو دلش رو می فهمید. دختر که مهر عمیقی به این پرندهی ساکت پیدا کرده بود، کبوتر رو به خاطر کاکولی که داشت صدا کرد کاکولی. از اون روز به بعد کار یلدا این شده بود که صبح به انتظار کاکولی کنار پنجره بشینه تا براش آب و دونه بریزه و باهاش درد و دل کنه. کاکولی هم دلخوش بود به شنیدن حرفای یلدا، اما توی دلش حسرت می‌خورد که نمیتونست با زبان دختر حرف بزنه و جواب حرفاشو بده.